بسم الله الرحمن الرحيم تكبير وتسبيح دار مسافرات التكبير والتسبيح في سير السفر. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. جابر رضی الله عنه میگوید ما وقتی که به سوی مکان بلند در حرکت میشدیم تکبیر میگفتیم و وقتی که به طرف پایین حرکت میکردیم تسبیح میگفتیم. فایده های حدیث. فایده اول، انسان آیت ها و نشانه های قدرت پروردگار را در هر چیزی میبیند، چرا که همه موجودات هستی بیانگری عظمت و قدرت پروردگاری عالمیان می باشد. فایده دوم، سنت است که تکبیر و تسبیح آهسته گفته شود، برای آنکه الله سبحانه و تعالی می شنود و نیاز به گفتن با صدای بلند نیست، و این امر در ایجاد اخلاص و تدبر در معنای ذکر کمکی بیشتری میکند.